سلام و درود بینندگان گرامی، برنامه خبر امروز است. با شما هستم فیروز حید و اینک توجه کنید به سرخط خبرها. رستم امام‌علی گردش سودای خارجی تاجیکستان را غیر قناعت بخش نامیده است. تاجیکستان باز 562 میلیون دلار قرض گرفتنی است. رئیس نوی بانک ملی تاجیکستان سبب‌های گران‌شوی مواد غذایی را شرح داد. رئیس مجلس ملی تاجیکستان رستم امام‌علی ضمن سفر به شهر مسکو با والنتینا ماتوینکا رئیس شورای فدراسیون روسیه ملاقات انجام داد. بنابر اطلاع اسپوتنیک، رستم امام‌علی گردش سودای خارجی تاجیکستان را غیر قناعت بخش نامیده گفته است که گردش سودای خارجی میان تاجیکستان و روسیه در 9 ماه سال روان به 723 میلیون دلار رسیده است که برای دو کشور خیلی کم است. او همچنین گفته است سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه به اقتدار اقتصادی تاجیکستان جوابگو نیست و امکانات اقتصادی دو کشور به اندازه کافی استفاده نمی‌شود. رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان از استفاده نبردن امکانات اقتصادی دو کشور اظهار نگرانی کرده است. رستم امام‌علی در ادامه ابراز داشته است که تاجیکستان و روسیه در ساحه‌های گوناگون همکاری‌های خوب را به راه ماندند. از جمله دو کشور در ساحه‌های سیاسی، تجاری، گومانیتاری، نظامی تکنیکی و غیره همکاری زیش دارند. یادآور می‌شویم که دیروز 24 نوامبر رئیس مجلس ملی تاجیکستان رستم امام‌علی با هیئت از پارلمان تاجیکستان ضمن اولین سفر رسمی‌اش وارد مسکو شد. تاجیکستان نیت دارد در سال 2021 از کشور و سازمان‌های خارجی باز 562 میلیون دلار دیگر قرض بگیرد. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان هفته گذشته در نزد وکیلان مجلس نمایندگان در این باره اظهار نظر کرده است. با گفته قهارزاده بیشتر این قرض‌ها برای بازسازی و رشد ساحه انرژتیکا از جمله برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون صرف کرده می‌شوند. بر زمین قرض‌ها تاجیکستان نیت دارد 289 میلیون دلار گرانت یا مبلغی به بازگشت به دست آورد. حالا قرض خارجی کشور بیشتر از 43 درصد مجموع محصولات داخلی را تشکیل میکند که حد اکثر قرض تاجیکستان نباید بیشتر از 40 درصد مجموع محصولات داخلی باشد. ادامه موضوع از طرف همکارم محمد شریفی عبدالله. در متن جلسه مجلس نمایندگان که در سامانه صدای مردم آورده شده است دیده می شود که بیشتر قرض ها برای ساحه انرژتیک روانه شده است. این هم در حالی است که ساکنان از همه روز قطع نیروی برق در ساعت 8 صبح تا 5 بگاه شکایت می کنند و دیگر باره از جاری شدن محدودیت یا لیمیت برق نگرانند. قطع انتقال نیروی برق از 31 اکتبر روز بعد از سوگند کنی پنجم باره رحمان همچون رئیس جمهوری تاجیکستان شروع شد. با وجود این مسئولان برق تاجیک سبب قطع شدن نیروی برق و موقتی دانسته آن را به تعمیر دستگاه ها رب دادند. این در حالی است که نهادهای ساحه انرژی کشور در آمار خود گفته بودند که امسال 10 میلیارد و 243 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق استحصال نمودند که نظر به همین دوره سال گذشته 112.6 میلیون کیلووات ساعت یا 1.2% زیاد است. حکومت تاجیکستان هنوز از سال 2017 اعلان کرده بود که لیمیت از بین برداشته شده است و برق از ساکنان دیگر قطع نمی شود، ولی همساله تا این زمان ساکنان از قطعشوی قوای برق در منطقه های مختلف کشور شکایت کردند. این بار هم رحمان ضمن سوگند کنیش وعده داد که در 7 سال آینده تاجیکستان باید با استقلالی کامل انرژی برسد. امام‌علی رحمان تا این زمان حداقل 4 مرتبه چنین وعده ها داده که لیمیت برق از بین می رود، اما تا این زمان برای اجرای این وعده خود موفق نشده است. پس از بکار در آمدن چرخه دوم راغون باز هم ساکنان از قطع شدن برق شکایت دارند. راغون سرخشترین لایحه در زمان استقلال که تا کنون تنها دو چرخه آن به طور موقت نصب شدند، در حالی که باید تا سال 2021 همه 6 چرخه این نیروگاه موقتا نصب می شدند و برق استحصال می شد. حالا انجام این لایحه را مسئولان در سال 2026 گفتند. برای ساختمان این نیروگاه هم مسئولان میلیون ها سومانی صرف می شود. این مبلغ ها هم از جانب اهالی طریق خریدن سهمیه های نیروگاه برقی آبی راغون و هم از حساب فروش یورو بوند ها به مبلغ 500 میلیون دلار
به تشکیلات های خارجی جلب کرده می شود. در مجموع برای ساختمان روغن از فروش سهمیه تقریبا 6 میلیارد تومانی یا به قرب ماه دکبر سال 2009 برابر 1 میلیارد و 37 میلیون دلار از مردم جمع آوری شده است. آینده این نیروگاه که حالا مالکیت دولتی است روشن نیست، چون نیروگاه برخی آبی روغن از فهرست ابیکت هایی که خصوصی گردانده نمی شوند سال پیش خارج کرده شد و قرض روغن هم با وجود این همه مبلغ هایی که به بودجه آن ورز می شود بیشتر از 100 میلیون را تشکیل می دهد. این حالت به قول کارشناسان راه را برای خصوصی گردانیدن روغن از طرف کدامی از پیوندان رئیس جمهور هموار کرده است. حکومت جمهوری تاجیکستان در حال قرض گرفتن است که قرض بیرونی کشور تا 1 اکتبر به 3 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده است که آن به 43.3% مجموع محصولات داخلی کشور برابر می باشد و آن نباید از 40% مجموع محصولات داخلی بیشتر می شود. با افزایش قرض خارجی همچنان خراجات بودجه کشور هم برای بازگرداندن بهره یا فایض با خودی مبلغ قرض سال از سال می افزاید. از جمله سال 2021 تاجیکستان از بودجهش برای برگرداندن قرض و فایزهای خارجیش 213.5 میلیون دلار، سال 2022 238.2 میلیون و سال 2023 243.3 میلیون دلار جدا خواهد کرد. نگرانی فعالان و کارشناسان از قرضهای هنگفت تاجیکستان در نزد چین است. با وجود آن که در این رسانه ها با وجود آن که در رسانه های رسمی قرض تاجیکستان را در نزد چین حدود 1.2 میلیارد میگویند، اما آخری ماه اکتبر سال گذشته وکیل پارلمان تاجیکستان اکرمشو فلالیف ضمن ملاقات با نمایندگان رسمی شهر سیامین چین حجم قرض تاجیکستان را در نزد همسایه شرقیش اعلان کرد و گفته فلالیف حجم عمومی قرضهای جلب شده از چین برای عمل سازی لایحه های دولتی سرمایه گذاری به حدود 1.525 میلیارد دلار برابر است. معاون رئیس مجلس نمایندگان در آن وقت ابراز داشته بود که سرمایه گذاری حکومت چین به اقتصاد تاجیکستان توسط بانک صادرات و واردات این کشور اکسیم بانک صورت میگیرد. اما این همه قرضها به خاطر چی؟ تاجیکستان در ماه نوامبر سال گذشته از دادن 2 کن طلا برای کارکرد به چینی ها خبر داده بود. میدان عمومی کن ها 15.4 کیلومتر مربع گفته می شود که ذخیره های ثابت شده طلا در کن ها 51.7 تن و ذخیره های مورد تحقیق 117.16 تن را تشکیل می دهد. موافق یک سازشنامه در سال 2012 شرکت TBI چین با خرج 349 میلیون دلار ساختمان مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو را ساخت. از این حساب تنها 17 میلیون دلارش سهم تاجیکستان بود. مبلغ باقی مانده قرض اکسیم بانک چین بوده، شرکت TBI برای ساختمان مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو گرفته است. مقامات تاجیکستان امید دارند شرکت TBI خراجات خود را از کانهای دو آبای شرقی و کمرغ بالا که اکنون به این شرکت چینی داده شده بود به دست می آورد و طلای باقی مانده به نفع کشور استخراج می شود. اما ژانسین رهبری TBI با تونومه سیتسین.com در چین گفته است اگر شرکت از این دو کن طلا خراجاتش را برآورده نسازد، حکومت تاجیکستان راضی است به شرکت اجازت کنهای دیگر را هم برای کار کرد بدهد. آن زمان رادیوی آزادی نوشته بود که حجم طلا در این کنها زیادتر از آنچه بوده است که پیشتر 51 تن گفته شده بود. حجم طلا در این کانها 64 تن بوده، ممکن است از این هم زیاد باشد. کمرغ بالا و دو آبای شرقی کانهایی که امروز به اختیار شرکت چینی داده شد تنها کانهایی نیستند که شرکت های چینی در تاجیکستان در اختیار دارند. شرکت مشترک تاجیکستان و چین زرافشان و پاکرو درآمد نیز در استفاده سرمایه گذاران چینی هستند. اخیرا یک اجازه استخراج نقره از کان یک جلوه را در بدخشان شرکت چینی به دست آورد و 7 سال از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد شد. همچنین چین قرض دهنده اساسی تاجیکستان با این راه 5.5% زمین های منطقه پامیر تاجیکستان را صاحب شده است. در این باره رسانه های چین از قول روزنامه‌نگار چو یاولو ژورنالیست تاریخ نگاری چینی اطلاع داده بود که کمک های چین باعث شد جانب تاجیکستان قصد برگرداندن زمین های از دست رفته را کرد و بالاخره سال 2010 این گفتگو بین دو کشور نهایی شد و حکومت تاجیکستان با سروری رحمان 1158 کیلومتر مربع زمین های پامیر را به چین داد. حالا این کشور قرض دهنده اساسی تاجیکستان با اطلاع شبکه ویون نیوز هندوستان دعوای 45% زمین های تاجیکستان را دارد و اخیرا در سال 2019 واشنگتن پست از آشکار شدن یک قسمی نظامی چینی در مرز ولایت بدخشان تاجیکستان و چین خبر داده بود. رئیس نوی بانک ملی تاجیکستان حاکم خالق‌زاده درباره سبب های بالاروی نرخ مواد غذایی که باعث نگرانی ساکنان شده است ابراز نظر کرد.
بینوبانویشتای سومونه اویستا خالیقزادا در نشست اخیر پارلمان گفت که هدف اساسی بانک ملی تاجیکستان در این دوره نگاه داشتن سطح متعدلی نرخ‌های داخلی در دایره وکالت‌های خود توسط استفاده مکانیزم‌های سیاست پولی و قرضی برای پیشگیری فشار عامل‌های پولی به نرخ‌ها میباشد. حکیم خالیقزاده با وکیلان گفت که بالاروی نرخ مواد نیازی اول از ماه‌های مارس، اپریل و اکتبر سال روان آغاز یافت و افزود که نرخ غذا در این دوره 5.6% بالا رفت. برای خط محصولات خوراکی گران شده اساساً آرد، برنج، شکر، روغن، کارتوشکا، پیاز و غیره داخل می شوند. خالیقزاده بالاروی نرخ ها را با عامل‌های گوناگون ربط داد، از جمله به نظر او اوضاع بیرون پس از خروج کرونا ویروس محدودیت ها در حمل و نقل، کاهش یافتن تامینات بعضی نمودهای خوراکواری اساسی و اینچنین آوازه های بی اساس در مورد بیماری کرونا ویروس و غیره از عامل‌های گرانشوی محصولات در تاجیکستان می باشد. اما با گفته صاحبکاران سبب یکبار بالاروی نرخ ها کاهش قرب سامانی در برابر دلار آمریکایی می باشد که توسط آن واردات عملی می شود. در ماه‌های اخیر ساکنان از بالاروی شدید نرخ مواد غذایی در تاجیکستان نگرانی میکنند. آنها میگویند که درآمدشان در دوره پاندمی کاهش یافت و علاوه بر آن نرخ محصولات خیلی بالا رفت که زندگی را برایشان دشوار کرده است. اگنتی آماری نزد پرزیدنت تاجیکستان گفته است در 10 ماه سال جاری صادرات سنگ های قیمت بها 55% افزوده است. بنابر نوشته سامانه اوستا در تاجیکستان طول 10 ماه سپری گردیده با مبلغ 1,200,000,000 دلار صادرات شده است که از این رقم 690 میلیون دلار از حساب سنگ های قیمت بها، نیم قیمت بها و متال های قیمت بها می باشند. گفته می شود پس از خروج کرونا ویروس صادرات متال های قیمت بها به خارج کشور زیاد گرده است که نسبت به سال گذشته 464 میلیون دلار بیشتر بوده است. همچنین ذکر گردد که بیشتر متال های قیمت بهای تاجیکستان به شویتسریا با مبلغ بیش از 500 میلیون دلار صادر شده است. بنا به اطلاع تاس خدمات فدرالی امنیت روسیه یک گروه از سازمان دولت اسلامی را که در روسیه ممنوع است آشکار نموده از یک عملی تروریستی در ولایت مسکو پیشگیری کردند. گفته می شود که اعضای این دسته در منطقه مسکو عملهای تروریستی را ترویج می کردند. در این باره با تاس روز چهارشنبه از مرکز رابطه با جامعه خدمات فدرالی امنیت روسیه خبر دادند. خدمات فدرالی امنیت فعالیت یچیکه منطقوی سازمان بین المللی تروریستی دولت اسلامی را که در روسیه ممنوع است پخش کرد که اعضای آن نیت داشتند در منطقه مسکو عملهای تروریستی انجام دهند. در خبر گفته می شود که در رفتی تفتیشات معین شده که در میان اعضایان این گروه یکی از آنها شهروند کشورهای آسیای مرکزی می باشد، ولی درباره هویت آن و از کدام کشور آسیای مرکزی است چیزی گفتن نمی شود. طبری از نوار ویدیویی که آن را مرکز رابطه با جامعه خدمات مخصوصی روسیه پهن کرده است دیده می شود که تقریبا 5 نفر بازداشت شدند. هنگامی نمایش دادن شناسنامه های بازداشته ها، شناسنامه یکی از آنها به شناسنامه های شهروندان تاجیکستان خیلی شباهت دارد. اما درباره هویت آن چیز گفتن بر وقت است. با اطلاع خدمات فدرالی امنیت روسیه در جریان این عملیات از جای بودباش آنها موادهای ترکنده و خودساخت پر از عنصرهای ضربه‌دار، اشیا و حجتهای دیگر یافت و مصادره شده است. دومی یک سال اخیر چند مرتبه است که بازداشت شهروندان کشورهای آسیای مرکزی از جمله شهروندان تاجیکستان در روسیه با چنین اتهام زیاد رسانه می شود. رسانه های روسی 29 میلی سال جاری از بازداشت 7 شهروند تاجیکستان خبر داده بودند که گفته می شد آنها با جرم جانبداری از گروه تروریستی داعش گمان بردانیشته نسبت بعضی اشان با اتهام مساعدت به فعالیت تروریستی با راه مبلغ گذاری پرونده باز شده است. ولی تا حال از جانب مقامات تاجیکستان درباره آن شهروندان تاجیکی که در روسیه با گمان همدستی با داعش و یا عملهای تروریستی دستگیر می شوند هیچ اظهاراتی نشر نشده است. در خاطر داشته باشید ان سال 2017 بورتنیکوف اعلام کرده بود که منبع اساسی فرودگرایی در روسیه این مهاجران محنتی آسیای مرکزی می باشند و از این مهاجران محنتی آسیای مرکزی اکثرا تاجیکان به حیث
تروریست چی میشوند یعنی صحنه سازی میشوند در خاطر داشته باشه. در اون سال 2017 دو برادر رو در یک ولایت تو یا ولادیمیر بود یا ولگاگراد همین در خاطرم نیست دو برادر از یک ویله رو بیرمونه کشتند و سلاح و مهمات اونجا پرتفتند قطعی ادبیات و گفتند که اینها مقصد چیز داشتند مقصد انفجار یا یکان چیز دیگر داشتند و به همین مانند چندین مرتبه شهروندان یک بار بود شهروندان قرقیزستان را به حیث و تروریست چی کردند و قربان کردند و دیگر شهروندان تاجیکستان چون یگانه اعلان شد علکی اعلان شد که کی در ما چی است یعنی پتانسیال تروریست است و از این بی‌صاحب‌ترین شهروندان آسیای مرکزی تاجیکان هم که خود حکومت تاجیکستان با هر بهانه کسی را نخواست نامش رو در فهرست مایل به افرادگرایی وارد می سازد و به همکشان روس خود این فهرست رو روان می کند و اونها هر سر چند وقت برای حسابات خود تروریست ها رو پیدا می کنند. خود قضاوت کنید که یگانه دولتی که حتی بهترین مقامات مخصوص دولت های مترقی از اسرائیل سر کرده تو امریکا همین خیل موفق در مبارزه با تروریستان نبودند که مقامات فدرالی روسیه که هنوز فکر ترور در معنی تاجیک نزده او رو می قپند. این خودش یک فرمایش از تاجیکستان است، از رحمانوف است و از یقیموف است و اونها از این عملها خورسند هم می شوند. یک فقط این مادران تاجیک هستند که دادشون به هیچ کجا نمی رسد. این کودکان رو، این جوانان رو بزور چی کرده اتهام تروریست داده قتل و زندان کرده استودن چی در تاجیکستان و چی در فدراسیون روسیه متاسفانه. اینجا برنامه خبر امروز به پایان رسید. خبر و گزارش‌های بیشتر رو میتوانید در سامانه از دن نقطه تیوی مطالعه کنید. اگر مطلب و پیشنهاد دارید یا عکس و نوار دارید با ما طریق پشت الکترونی تلگرام، واتساپ، وایبر و ایمو بر خمی زیر بفرستید. دکمه‌چه لایک را پخش کنید و پیوند ویدیوی را به دیگران بفرستید. خیر تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.